بریم پولیمورف و وان تو منی شو بگیم و منی تو منی رو بگیم که جمعش بکنیم، بعدش بریم سراغ احتمالا همین وان تو وان، وان تو منی و منی تو منی و سشن و اینا رو بگیم. این جلسه جلسه براتون میشه آخرین آخرین جلسه تون که توی لاراول مقدماتی پیشرفته است. یه سری مطالب میمونه توی پروژه زدن میگیم، مثل اکسپشن، مثل خطاها دیگه، مثل بزن یه پروژه دانلود کنه دیگه، مثلا مثل آرتیزان، مثل جاب کیوی تستم. نه تست جداگونه بگیم بهتر. والا میتونیم ما پروژه بخوام بذارم حداقل 3 جلسه تایم میگیره. دارم به این فکر میکنم که آره به هر حال بچه ها پروژه بزنه. خب آره اونه که تجربه ندارن پروژه بزنن که پروژه دستشون بده. یه پروژه معمولی رو میخوایم بنویسیم، حالا بشه آماده کنم برای تو که بنویسیمش. بعد پروژه بحث جاب کیوی و آرتیزان اینا میمونه، اینا رو هم بگیر. یه تست میمونه، یه API. خب API خودش بزرگه، نمیشه همینجوری هم گفت رد شد. میتونیم پروژه انجام ندیم بریم سراغ API. آره ولی خب بچه ها من میدونم اصلا الان نمیدونم این چیزایی که ما اینجا داریم تو استفاده میکنم اصلا چه کاری میاد. من میگم پروژه رو بنویسیم، یه سری موارد ریزکاری داره لاراول، اونا رو هم بگیم، بحث جاب کیوی و بحث آرتیزان و اینا رو بگیم دیگه. هر چی اضافه مون بذاریم رو API. نمیدونم اصلا 800 شاید اصلا اضافه مونه بنویسیم رو API. بعدش حالا میتونیم حالا یه تست 2 ساعت کفایتش میکنه، تست چیزی نداره که. تست یه سری چیزای خیلی محدود میزنیم میاد تست میکنه، همه همین مدل همین همه فکتوری و سیدر هستش، حالا تست هم میاد اضافه میشه. تست چیز سختی نیست. تست رو شاید تست رو من سریع حالا مثلا نه میگم تست رو میگه. من میخوام این دوره لاراول کامل ترین دوره باشه، زیر بمشه همه رو بگیم. لوت 100 ساعت هست، اینا هم کردن دوره بعدی رو 80 ساعت. من نمیدونم تو 80 ساعت چجوری میخوام همه اینا رو جواب بدم، چون هر چقدر بیام همینجوری بگیم و بره هیچ فایده نداره، بعد مثال حل بشه. حالا در کل ببینیم چی میشه. خب اینجا هم که ما یه لاراول نیو تست 4 بزنیم. دانلود بشه، بعدش بریم سراغ پی اچ پی آرتیزان کنیم. سرو کنیم و شروع کنیم به کار کردن. اینجا هم یه لوکال هاست 8000 و تمام. خب ایشون اومد بالا، هیچ مشکلی هم نداره. میخوام بریم بحث پولیمورف رو تو وان تو منیش رو بگیم. منی تو وان تو وانش رو که گفتیم، وان تو وانش حالا به اون صورت کاربرد نداره، وان تو منیش خیلی پر کاربرده. و منی تو منیش، وان تو منی یعنی چی؟ ببینید ما قبلا هم اومدیم گفتیم یه دونه پست داریم، اینجا دقت بکنید اینو، گفتیم یه پست داریم مثلا اینجا، بعد یه دونه چی داریم؟ کامنت. این چه رابطه بینشون برقراره خودتون بگید. وان تو منی دیگه به ازای یه پست میتونه کلی در واقع کامنت وجود داشته باشه. خب حالا یکی بیاد من برگرده بگه آقا شما سایت رو میخوای حرفه‌ای طراحی بکنید، میخوای سایت رو مثلا یه فروشگاه تعریف بکنید، فروشگاه پست داره، ویدیو داره، پروداکت داره، چه میدونم بلاگ داره، مثلا 4-5 تا مقدار داره، همشون هم کامنت میخوان، همشون کامنت داره. خب یعنی شما میاید برای پست یه کامنت درست میکنی، برای ویدیو یه کامنت درست میکنی، برای بلاگ یه کامنت درست میکنی، برای پروداکت یه کامنت. خب 4 تا جدول کامنت درست شد، خب کار اشتباهی. چرا من بیام برای هر جدولم یه دونه چی درست بکنم؟ جدول پست. میام میگم آقا من الان من میخوام فقط دوتا درست کنم. میگم فرض کن من یه فروشگاه دارم، فروشگاه یه جدول داره به نام پروداکت،
یه دونم جدول داره به نام پست و میخوام یه جدولی بین اینا تعریف کنم به نام کامنت. شاید بعد شد کامنت و مشترک بشه بین اینا. اگه یادتون باشه جلسه پیش در مورد وان تو وان صحبت کردیم، فیلم ها رو براتون گرفتم فرستادم، بحث کرادش رو کامل دیدید کرادش بشه شکستش. خب این الان کامله، این الان در واقع من میخوام یه همچین چیزی رو پیاده کنم. چجوری همچین چیزی رو پیاده کنم و خروجی داشته باشیم؟ خب نها کنیم اون جدولی که میخواد بیاد بین این قرار بگیره، شما میتونید از یه دستور اگه یادتون باشه به نام مورف تو مایگریشن استفاده میکردید. اسم این رو اسم جدول، اسم جدوله مثلا، اسم مدلش از کامنت، یه ایبل بهش اضافه میکردیم. خب یا آندرلاین پولی مثلا میذاشتیم اگه یادتون باشه. من حالا هر جفتش رو میام میذارم و میام پیاده سازیمون انجام میخوام این رو جنریت بکنیم. حالا میتونه به جای پست و پروداکت و چه میدونم بلاگ و همه اینا میتونه اینجا ویدیو و موزیک و همه اینا میتونه باشه و جدول کامنت وجود داشته باشه براش. خب ولی من فعلا اومدم این کامنت رو گذاشتم برای این دوتا. خب چیکار باید بکنیم؟ میایم و این مقداری که دانلود کردیم رو ما باز میکنیم، اول میذاریم که ایشون اصطلاحاً ایندکس بشه و این اپش رو، کنترلر رو باز میکنید، مودلز رو باز میکنید، دیتابیس مایگریشن رو باز میکنید، این فکتوری اینا رو باز رو همه اینا رو خواهن استفاده کنید، پابلیک رو هم باز میکنید، ریسورس همینطور، روت هم، یعنی پروژه واقعی اینا همه بازه به این صورت که شما دارید ببینید. خب الان من میخوام بیام چیکار بکنم برای اینکه بتونم بوت استرپ رو به این اضافه بکنم؟ چیکار میکردیم بچه ها برای اینکه بوت استرپ رو اد کنیم به پروژمون؟ خب ایشون که ایشون میکس لاراول اینا فکر کنم یادش، لاراول میکس، آره چیکار میکردیم؟ npm install رو میذاریم، تمام نود ماژول رو میگه بچه این دوره فرانت رو من که دارم میذارم ببینیم. خب بحث نود و ایناست، نود و اینا رو، نود npm، npm install که میذاره، npm نود پکیج منیجمنت که ازش تمام موارد مربوط به فرانت رو شما میتونید از طریق نود بگیرید و تو پروژه استفاده بکنید، مثل ریاکت، مثل ویو، مثل بوتستراپ، اینا رو میتونید از طریق npm بگیرید توی پروژهتون اضافه بکنید. خب من الان میتونم برم به قولشون برم بوت استرپ رو دانلود کنم بذارم توی پروژه‌م ازش استفاده بکنم، یا چیکار میتونم بکنم؟ دانلودش بکنم دیگه. خب میام اینجا برمیگردم میگم cmd یه تکرار بشه دیگه، حالا اینا رو دوباره تو پروژه که بخوام بزنم تکرار میشه. cd laravel nightech و cd test 4 رو یه cls میزنیم، npm install رو میزنیم. اگه یادتون باشه به ام دارم این کارو میکنم که ریویو بشه، npm رو اینستال میکنه، اینستال که شد بعد چیکار میکردیم؟ بذاریم تا اینستال بشه، من فیلم رو گرم میدم، npm اون اینستال شد. الان اگه بیاید اینجا ببینید این پکیج لاگ جیسون تون اومد اضافه شد. خب حتما فیلم فرانت که دارم میذارم این چیزو ببینید، npm من میخوام وب پک رو هم توش بگم توی بچه دور فرانت، بعد فرانت رو هم خیلی داره قوی تر میکنه. آقا تمام پکیج هایی که الان به پروژه شما اضافه شده اینجا براتون لیست گذاشته، مواردش و ورژنش و همه چیز رو اینجا کامل توضیح داده. تمام شد و رفت. الان نود ماژول من هم اینجا ببینید تمام مواردی که اینجا باید اینجا وبل هست. وبل برای چیه؟ برای این هستش که شما ریاکت رو مثلا جی اس ایکس مثل جاوا اسکریپت ایکس ام ال رو بیاد براتون چیکار کنه، تبدیل کنه به اچ تی ام ال. وبل اون کارش اینه. خب حالا مثلا شاید سوال بشه میگم وبل چیه، کافی هستش برید تو سایت وبل، بابل رو سرچ کنید، این هاشش خودش میاد بالا، نگاه کنید try این آتش رو بزنید، شما نگاه کنید بابل چیکار میکنه. اینجا شما کافی هستش مثلا میسی سیکشن، خب حالا من فکر کردم مثلا میسی سیکشن
باز بسته سکشن. ببین این طرف ریاکتش رو نمیشه. React create element section null میگه فرزندم نداره. حالا من اگه بنویسم مثلا مقدار hello world توش میاد اینجا hello world اینا قرار. اینو تو بحث ریاکت فیلم های ریاکت هم ببینید کامل JSX و با بابل رو دارم توش توضیح دارم. خب اینجا الان شما این بابل رو میبینید برای اینه هستش. مواردی که اینجا هست. اصلا کار نداره. فقط می‌خواستم یه توضیح بدم که ببینید چی شد. خب الان npm رو اینستال کردم. میام اینجا چیکار می‌کنم؟ npm run dev حفظ کردن نداره که میذاری تمام کد هایی که توی کجا هستش توی ریسورستون توی JS app JS و bootstrap JS و تو CSS app CSS که خالی هستش هر چی که اینجا هستش تو چیکار میکنه میره توی پابلیک یه دونه فولدر میسازه به نام CSS و JS همه این کد ها رو تبدیل میکنه به چی به ایشون میام اینجا ببین میگه من درست کردم خب میام اینجا توی پابلیک ببینید CSS رو درست کرد JS رو هم درست کرد خب JS الان توش jQuery اینا همه هستش خب jQuery و چون میدونم bootstrap و bootstrap مین و در واقع باندل و همه اینا تو اینجا هست از ولی تو CSS هیچی نیست بعد چیکار کنم اینجا یه فایلی به نام sass باید وجود داشته باشه که اصطلاحا sass bootstrap رو تبدیل بکنه به CSS خب من باید چیکار بکنم باید دارم bootstrap رو دانلود بکنم ببینید اینجا اصلا bootstrap دانلود نشده اینجا دپندنسیاتونه میبینید اصلا bootstrap وجود نداره بعد چیکار بکنی شما باید برید اینجا کافی هستش آقا بریم سرچ کنیم حفظ نکن من هم حفظ نکن ولی استفاده رو بدونیم ها تو اینستال لاراول یو آی اینده مثلا این لاراول مثلا هشت خب اینجا من دوست داشتم که گرپلر به ما توضیح بده ولی نداده میام اینجا روش کلیک میکنم یه دستور داره اینا کامپوزر ریکوایر لاراول یو آی تمام شد و رفت میام اینجا این رو کپی میکنم میام اینجا یک کلیک راست کنترل وی کنترل وی و خودم مینویسم کامپوزر ریکوایر لاراول یو آی میزنید داره براتون نصب برای نصب کردن بوت استرپ کافی هستش مثلا مثل پی اچ پی آرتیزان یو آی بوت استرپ آس رو میخوای نصب بکنی میزنی view دش دش آس حالا آس رو جلسه بعد که در مورد صحبت بکنی اسکفولد میکنه آس رو لاگین برات میسازه ریجیستر میسازه همه اینا رو جلسه بعد کامل در موردش توضیح میدیم متوجه میشین که چقدر این سیستم اتنتیکیشنش قویه خب میزنیم الان برای ما یو آی رو چیکار کرد نصب کرد کافی هستش بنویسم پی اچ پی آرتیزان بوت استرپ میره برای ما بوت استرپ رو ببخش یو آیش رو یادم PHP Artisan یو آی بوت استرپ میزنید میره براتون یو آی رو شروع میکنه نصب کردن نگاه کنید اینجا باید بیاد الان شروع کنه بوت استرپ و جی کوئری دپندنسی هاش مربوطش رو میبینی شروع کرد دانلود کرد خب میاد دوباره چیز میکنه دیگه ما npm اینستال میکنیم آره میاد همه اینا رو دوباره اضافه میکنه مثلا پاپر اینا توش نبوده اومده اضافه کرده پست سی اس اس ساس کدوم اینه این ساس رو اگه باز بکنی تمام بوت استرپ توی ساس نوشته شده و وریبلاش و بوت استرپ ساس بوت استرپ اگه تو ساس رو بلد بشی خب بعد در موردش بخون حالا فیلماشو گذاشتم میتونید ببینید اینا رو آقا الان همه رو گذاشته شما میتونید چیکار کنی الان اینجا بیای اومده اضافه کرد خودش هم داره بهت میگه npm install کن دوباره میگیم npm install میزنی تمام اینایی که گرفته خب npm تغییر کرده نود ماژولت دیگه نود ماژولت الان تغییر کرده نگاه کنی چرا این اتفاق میفته الان توی نود ماژول اگر باز بشه تغییرات داره تغییرات بعد دوباره از اول اعمال بشه وای میستیم اینا رو قرار بده اینا گرچه من توی پاورپوینت که بیای توی پاورپوینت که براتون دو سه بار پاورپوینت رو من فرستادم گفتیم شما 267 صفحه من داره براتون پاورپوینت درست کنم اینا راندب
خب فقط این دستور رو باید بزنید npm install dash dash save dev webpack cll. چرا؟ چون اینجا وقتی که بخواد بیاد مرحله آخر خروجی بگیره این آپدیت شده این ایرور رو میگیره. بذارید بیاد. خب الان من npm run dev رو npm install رو زدم. اگه می‌نویسم npm run dev این به من یه ایرور برمیگرده. ایرورش رو ببینید. اینم سرچ کردیم. ایرورش اینجا میمونه. من ایرورش رو سرچ کردم. کار خاصی نکردم. این دستور رو به من داد. آقا بعد وب پک چی بشه؟ وب پک سی ال آی بعد نصب بشه تا بتونی ازش استفاده کنی. خب الان ببینید ایرورش رو. تو فیلم هم اینا رو داریم دوباره میگیم ان شاءالله میره تو فیلم بررسی می‌کنید و ببین ایرور رو برگردون. کافی هستش که ایشون این ایرور رو برید سرچ بکنید. همین دستور رو بعد بنویسید. npm install dash dash save dash dev webpack dash cli. تمام شده. این رو میره دانلود میکنه میذاره توی پروژه و شما بعدش میتونید دوباره npm چیکار کنید؟ npm run dev رو بزنی و بره برات css رو در واقع sasset رو و جاوا اسکریپت رو تبدیل کنه. ببین میکس کرد تبدیل میکنه از طریق وبپک و شما میتونید توی پروژه ازش استفاده کنید. الان آقای میاد هیچ مشکل نه. ببین الان اومد کار رو انجام داد. خب به جای اینکه من برم این همه مکافات بکشم برم دانلود کنم و مقادیر رو میام چیکار میکنم این رو تو پروژه هم اضافه میکنم. حالا شما میگی خیلی راحت‌تر بود بریم دانلود کنیم. منم موافقم ولی پروژه که بزرگ بشه شما مثلا ریاکت یا مقادیری که میخواید رو باید بگیرید بذاری تو پروژه. دیگه نمیتونی بری بگی من دانلود کنم فلان کنم بذارم. نه. خب میام تو ویو و اگه یادتون باشه ما یه دونه یادتونه اینا رو دیگه لی‌آوت میساختیم. تو لی‌آوت چیکار میکردیم؟ یه دونه مثلا مستر میذاشتیم و یادتون باشه یه دونه داک بنویسی بزنی برات جنریت میکنه یا همون اسلش معروف خودمون. اینجا من می‌نویسم لینک سی اس اس و لینک و اینجا چیکار می‌کردین؟ باریک خدا شکر اینا یادتونه. و بنویسید فقط بوت استرپ. بعد بهتون آفر بده. اگر آفر نداد آفرش خرابه. چیکار باید بکنید؟ احسن. اینا رو دوستان من اینا رو تکرار می‌کنم که همه براتون دوباره تکرار بشه و تو ادیتور بود ایمیل. نه نه تو ما باشی آره برای لنگویج فعال بکن تو PHP تو لاراول یوز و اینیبل پروژکت رو بزنیم که الان می‌نویسی بوت استرپ. حالا نه ایشالله که الان کار میکنم. اسرت من دارم می‌نویسم استه و میبندیم یه دفعه بعد دوباره میزنیم انشاءالله که کار میکنم. هیچ اشکالی نداره. خب بوتسترپ میساخه css app.css من دارم دنبال بوتسترپ میگردم. خب آره وبپکه. ما یه ساعت خودمون رو داریم در واقع دور میزنیم هیچ اشکال نداره. عادت کردیم دیگه لینک نیست و اسکریپته. اینجا دیگه نیاز نیست شما چند تا رو قرار بدی. کافی هست چی بذاری؟ asset app.js تمام شد و رفت. حالا میتونی css رو هم اینجا چیکار کنی؟ yield بذاری مقدار css و yield بذاری مقدار js و اینجا هم یه سیکشن بذاری کلاس کانتبه به قشنگ اضافه کرد. padding هم صفر و یه دارم مقدار ییلد میذاریم مقدار کانتنت. تموم شد و رفت. دیگه ما به هیچ چی احتیاج نداریم. یک کلیک راست یه مقدار میسازیم به نام پست. وانتومنی رو میخوام بگم و اینجا هم یه لاراول بذاریم مثلا به نام ایندکس. اکستند لیاوت مستر رو سیکشن و کانتنت رو فعلا یه سیکشن کلاس دیتا بذاریم.
سکشن گزینه کلاس رو و ام صفر رو سکشن کلاس کل 6 و آفست 3 و یه امتی 3 و یه جامبورد کن و یه H1 مقدار هلو بورد. من فقط تست بخوام دیگه و پیو لورم همین. این هم به این شکل. الان کنترلر اینا رو باید شروع کنیم به ساختن. این رو ساختم برای اینکه میخوام کراد اینا رو انجام بدیم توش داشته باشیم. خب فعلا این مقدمات کار.